ابو سفیان آمد به زور این بچه رو از فاطمه بنت اسد گرفتن گذاشتن تو بغل ابو سفیان. ابو سفیان هر چه کرد چشماشو باز کنه این بچه که بگه اولین بار چشم این مولود معجزه آسای کعبه به صورت ابو سفیان باز شد، نشد. مؤمنین ولایی هر چه کرد آخر نوشتن به زور دست شستشو انداخت تو پلک این بچه یه سه روزه که باز کنه، به زور بگه چشمش باز شد. این آقازاده، این مظهر خدای وجود، یک سیلی زد تو صورت ابو سفیان. در تاریخ نوشتن تا آخر عمر ابو سفیان گردنش گز بود. این علیه. ببینید این تصویر، ببینید بر نگرد تا فرمان. هر کدوم از اینها، اینایی که این زیر منبر نشستن که دارن علی علی میکنن، هر کدوم از اینها وقتی این چرت و پرت ها رو میشنون، یه بچه تازه به دنیا آمده، چشش هنوز باز نکرده، بعد ابو سفیان مرد بزرگ اینطوری داره، منظر سنیه، تلاش میکنه چشم این رو باز کنه. این تک تک این افراد بالاخره خدا بهشون این مغزی داده، در حد دو تا چهار تا که میتونن بررسی کنن، فکر کنن، تحلیل کنن، میدونن داره دروغ میگه دیگه. حالا حضرت علی معجزه داشته، نمیدونم مظهر خدا بوده به قول اینها روی زمین، ابو سفیان که با یه کشیده یه بچه نوزاد تازه به دنیا آمده تا آخر عمر سرش کج نمیمونه. کسی که بعد اگر سرش کج بمونه میتونن برن مثلا یه دروغیه که هر بچه میتونه این رو قبول کنه. تک تک اینایی که این پای نشستن نگاه کنید، به نظر شما اگه این خبر نگار مشرق نیوز بشه، اگر این بره توی صدا و سیما کار کنه، اگر بره توی شبکه خبر کار کنه، راه هم بسیار براشون بازه، همواره. اینها غیر از دروغ تحویل شما میدن، آیا در مورد امریکا به شما دروغ نمیگن؟ مثل آب خوردن بهتون دروغ میگن در مورد امریکا، اونجوری که فکرش هم نکنید. باز هم براتون پخش میکنم چند نمونه دیگر رو و بعد میریم تماس ها رو باهاتون میگیریم و با هم تماس ها رو هم بررسی میکنیم. این دروغ رو ببینیم، همه اینا هم در ایران هستن، فکر نکنید اینا مثلا نمیدونم آخوندای انگلیسی و اینجور چیزا اسمشون رو میذارن، نه، هم اینا هستن که بچه هاشون رو میدن دست اینا تربیت کنن.